اما بریم سراغ بخش دوم کتاب در دامگه حادثه. کتاب در دامگه حادثه برگرفته از گفتگویی با آقای پرویز ثابتی، رئیس کل اداره سوم ساواک امنیت داخلی. در اینجا بر آن نیستم که حوادث دوره 28 ماهه صدارت دکتر مصدق را که تجاوز به قانون اساسی به کرات در آن افتاده است به تفصیل بررسی کنیم و فقط به چند مورد از تجاوزات آشکار او و دولتش به موازین قانون و عدالت و حقوق بشر و جدایی قبای سگانه اشاره خواهیم کرد. مطلب یکی از آنها هم قطعاً داستان عفو خلیل طهماسبی قاتل رزماراست. پاسخ: آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی که به علت تبعید وی به وسیله سپهبد رزمارا در سمت رئیس ستاد ارتش در سال 1327 پس از تیراندازی به شاه در دانشگاه تهران با رزمارا به شدت دشمن شده بود. پس از انتصاب رزمارا به نخست وزیری، مخالفت با وی را آغاز و مصدق در مجلس خطاب به رزمارا نخست وزیر در جریان مذاکرات نفت عنوان می کند: خودم با دست خودم تو را می کشم. نقل به مضمون: گرچه ممکن است این بیانات ناشی از عصبیت و بدون قصد و نیت واقعی بوده باشد، ولی ظاهراً موجب پیدایش فکر کشتن رزمارا به وسیله سید ابوالقاسم کاشانی می شود که در این زمان او و مصدق به عنوان رهبران جبهه ملی در یک جبهه قرار داشتند. کاشانی دستور ترور رزمارا را به نواب صفوی رهبر فدایان اسلام صادر و خلیل طهماسبی مأمور اجرای آن می شود. طهماسبی رزمارا را در روز 16 اسفند 1329 در مسجد شاه ترور کرد و با افتخار به دادن شعار پرداخت و حتی از صحنه فرار نیز نمی کند و دستگیر می شود. در آن روز رزمارا در مجلس ختم آیت الله فیض از روحانیون خراسان شرکت داشته است. علت اینکه شایعاتی درباره اسدالله اعلم در حادثه سوء قصد به رزمارا منتشر شده این بوده است که رزمارا قصد نداشته است در مجلس ختم شرکت کند، ولی اسدالله اعلم که عضو کابینه رزمارا بوده به او اصرار و وی را راضی به شرکت در مجلس ترحیم کرده است. خانواده رزمارا به همین دلیل اعلم را متهم به شرکت در توطئه و یا حداقل آگاهی از برنامه سوء قصد می کنند، ولی در این که قتل به وسیله خلیل طهماسبی و به دستور آیت الله کاشانی صورت گرفته هیچگاه تردیدی نبوده و خود کاشانی نیز به آن افتخار می کرده است. سران جبهه ملی در مجلس 17 که به وسیله مصدق انتخابات آن انجام گرفته و اکثریت آن را در اختیار داشتند، تصمیم می گیرند به پاس خدمات خلیل طهماسبی که مسیر تاریخ ایران را عوض کرده و آنها را به قدرت رسانده است،
موجبات آزادی او را از محاکمه و تعقیب فراهم کنند. ماده واحده‌ای را به تصویب می‌رسانند مبنی بر این که چون خیانت سپهبد رزمارا به کشور ثابت شده است، اگر خلیل طهماسبی قاتل رزمارا باشد از مجازات معاف است. معلوم نیست. به نظر حقوقدانان و اساتید حقوق، جبهه ملی در مجلس در کدام دادگاه صالحه خیانت رزمارا به کشور را ثابت شده بوده می دانستن. افزودن کلمه اگر به ماده واحده در حالی که خلیل طهماسبی در تمام مراحل بازجویی به قتل رزمارا اعتراف و به آن افتخار نموده و در صحنه قتل در حین ارتکاب جرم دستگیر شده بود، یکی دیگر از نشانه‌های بارز عدم صداقت مصدق و حقوقدانان دیگر دولت او در اجرای عدالت و قانون است. در هیچ کشور عقب افتاده آفریقایی نیز تصویب قانون اینچنینی برای رهانیدن قاتل از مجازات دیده نشده است. پرسش: یکی دیگر از آن موارد هم حکومت نظامی دائمی و شکنجه زندانیان بوده. پاسخ: بله. در تمام مدت دولت مصدق در تهران و اغلب شهرهای عمده مملکت حکومت نظامی برقرار بوده است. با برقراری حکومت نظامی در راه‌آهن سراسری ایران، همه شهرهای واقع در مسیر راه‌آهن پیوسته به وسیله حکومت نظامی اداره می شده و در بسیاری دیگر از شهرهایی که در مسیر راه آهن نبودند نیز جداگانه به وسیله دولت حکومت نظامی برقرار بوده است. در حکومت نظامی مصدق مخصوصاً در سال آخر حکومت او که خود سمت وزیر دفاع را نیز به عهده داشته، تمام مسئولین نظامی و انتظامی از افراد مورد اعتماد او انتخاب و تنها جوابگو به او و دولتش بودند و به هیچ وجه خود را جوابگو در مقابل شاه و فرمانده کل قوا نمی دانستند. در زمان تصدی سرهنگ حسین قلی اشرفی در فرمانداری نظامی تهران و ریاست سرتیب افشار توس در شهربانی و سرهنگ نادری در اداره اطلاعات آگاهی، زندانیان مورد شکنجه و آزار قرار می گرفتند. در دوران حکومت مصدق فقط یک قتل سیاسی اتفاق افتاده است که متهمین به طور بی سابقه ای مورد شکنجه واقع شدند. در فروردین سال 1332 سرتیب افشار توس رئیس شهربانی در تهران روبوده شده و در غار تلو در منطقه لشگرک کشته شده و پس از چند روز جنازه او کشف می شود. عده‌ای از افراد نظامی و غیر نظامی به اتهام این قتل دستگیر می گردند. همه این افراد از جمله 3 نفر سرتیب بازنشسته، علی اصغر مزینی، غلام علی بایندر و علی اکبر منزه، حسین خطیبی صاحب منزلی که افشار توس آنجا روبوده شده بود و بلوچ قرائی یکی از متهمین دستگیر شده در تمام مدت بازداشت مورد زجر و شکنجه قرار گرفتند، به طوری که بلوچ قرائی پس از آزادی حس شنوایی خود را در اثر ضربات وارده به کلی از دست می دهد. روزنامه‌نگاران آن زمان که هنوز حیات دارند بلوچ قرائی را می شناخته و این مطلب را تأیید می کنند. تعجب‌آور این که در بسیاری از مواقع زجر و شکنجه دکتر غلام حسین صدیقی وزیر کشور مصدق که از شریفترین اعضای کابینه مصدق
و نایب نخست وزیر بوده است در بازجویی ها حضور داشته است. طبق اظهار سرتیب علوی کیا که در این زمان در رکن دو ستاد ارتش خدمت می کرده، سرهنگ نادری رئیس اداره اطلاعات شهربانی که افسر ارتش و مأمور خدمت در شهربانی بوده، جزئیات شکنجه متهمین قتل افشار توس و به ویژه شکنجه حسین خطیبی را نزد وی بیان می نموده و می گفته ما او را آشولاش کردیم که اعتراف کند. شاه در جریان توطئه قتل افشار توس قرار داشته و او انکار می کرده است. زجر و شکنجه زندانیان منحصر به متهمین قتل افشار توس نبوده و یک روش رایج در زندان فرمانداری نظامی و شهربانی مصدق بوده است. حتی زمانی که در ماه‌های آخر حکومت مصدق اردشیر زاهدی بازداشت و به شهربانی برده می شود، دکتر صدیقی وزیر کشور که پس از قتل افشار توس امور شهربانی را از نزدیک زیر نظر داشته است، در شهربانی حضور یافته و ناظر بازجویی از زاهدی بوده و اولین سیلی را هم خود دکتر صدیقی به گوش زاهدی نواخته و سپس دستور داده پاسبان‌ها به شدت او را کتک بزنند. اردشیر زاهدی افشای داستان سیلی خوردن به وسیله دکتر صدیقی و ضرب و جرح به وسیله مأمورین شهربانی را سالها خلاف شأن خود دانسته و آن را بیان نمی کرده است، تا اینکه در مصاحبه‌ای که عباس میلانی با او به عمل آورده در پاسخ به سؤال میلانی آن را تأیید کرده و اضافه نموده است ضرباتی که در شهربانی به او وارد شده به حدی جدی و شدید بوده است که پس از متجاوز از 50 سال دردهای ناشی از دستبند قپانی شانه های او را آزار می دهد. زاهدی البته در کتاب خاطرات خود نوشته است که در جریان بازجویی در شهربانی دکتر صدیقی به من اهانت کرده، زدن سیلی منظورشون هست، و من که دستم بسته بود به سوی وی لگد پراندم. پرونده سازی برای مخالفین سیاسی دولت جهت مرعوب و خاموش کردن آنها نیز یکی از روش‌های دولت مصدق بوده است. متهم کردن دکتر مظفر بقایی نماینده مخالف دولت به اتهام بی اساس شرکت در قتل افشار توس و نهایتاً بازداشت وی پس از انحلال مجلس را می توان به عنوان نمونه ذکر کرد. اینکه مسئولین دولت مصدق چگونه می توانستند به شخصی نظیر دکتر مظفر بقایی که سالها با آنها همسنگر بوده به علت جدا شدن از جرگه آنها چنین اتهام غیر قابل باور و لا یتچسبکی را بزنند تعجب آور است. پرسش و بعد مسئله انتخابات و انحلال دوره 17 مجلس شورای ملی مطرح است. مجلس دوره 16 در اواخر سال 1330 خاتمه یافت و دولت مصدق شروع به انتخابات دوره 17 را اعلام کرد. ولی هنگامی که دریافت طرفداران او نمی توانند اکثریت کرسی ها را به دست آورند، پس از انتخاب 70 از نمایندگان از جمع 136 نفر، انجام انتخابات حوزه های باقی مانده را که بیشتر شهرهای کوچکتر بودند و کاندیداهای مورد نظر جبهه ملی شانس انتخاب شدن نداشتند متوقف نمود و مجلس را با همان تعداد منتخب که طرفداران او در آن اکثریت داشتند افتتاح کرد. اقلیت مجلس را 8 نمایندگان مخالف دولت تشکیل می دادند.
در جریان انتخابات در بسیاری از حوزه‌ها بی‌نظمی و زد و خوردهایی رخ داد و هنگامی که به مصدق خبر دادند در بلوچستان چند نفر در زد و خوردهای انتخاباتی به قتل رسیدند، گفته بود بوی آزادی به مشامم می‌رسد. مصدق حتی نتوانست با مجلس منتخب خود نیز همکاری کند، لذا از مجلسین خواست اختیار قانونگذاری را برای مدت 6 ماه به خود او واگذار کنند و پس از 6 ماه بار دیگر تقاضای 6 ماه اضافی نمود که در این مرحله بخش بزرگی از حامیان او از وی جدا شدند و مصدق دیگر مانند 30 تیر 1331 قادر به تجهیز مردم نبود. مصدق پس از اخذ اختیار قانونگذاری از مجلس به یک دیکتاتور تمام عیار تبدیل شد. او به عنوان نخست وزیر ریاست قوه مجریه را در اختیار داشت. قوه مقننه را نیز به این ترتیب به دست آورده بود. با داشتن اختیار قانونگذاری به قوه قضاییه نیز دست درازی کرد و با تصویب لوایحی سیستم قضایی کشور را نیز به هم ریخت و قضات دیوان عالی کشور و سایر محاکم را جابجا کرد و استقلال قوه قضاییه را از بین برد. قبل از این اقدام هیچ مقامی حتی شخص شاه قادر به تغییر و تبدیل و جابجا کردن یک قاضی نشسته در شهر کوچکی مانند توی سرکان نیز نبود. مصدق سپس از مجلس شورای ملی خواست با تفسیر قانون اساسی که از مختصات آن مجلس بود دوره اجلاسیه مجلس سنا را از 4 سال به 2 سال کاهش دهد و به این ترتیب مجلس سنا را تعطیل کند. او که در سوئیس درس حقوق خوانده و خود را فردی دموکرات و معتقد به اصول دموکراسی و قانون اساسی معرفی می‌کرد، هرگاه در مسیر خواسته‌های خود با مانعی برخورد می‌کرد، این اصول و موازین را زیر پا می‌گذاشت و به جای پاسخگو بودن به سوالات نمایندگان در مجلس، دست به عوام فریبی زده در خارج مجلس در میدان بهارستان در بین طرفداران خود ظاهر شده و می گفت هر جا مردمند آنجا مجلس است و مجلس را فاقد ارزش و اعتبار می دانست. و بالاخره نوبت به مجلس شورای ملی رسید. در 19 تیر ماه 1332 مصدق نخست وزیر که هر 3 قوه مجریه، مقننه و قضاییه را در اختیار داشت اعلام کرد چون در مجلس نسبت به دولت توهین شده، دولت ناچار است درباره مجلس رفراندوم کرده و تکلیف خود را با مجلس یکسره کند. در تاریخ 23 تیر ماه 50 نفر از نمایندگان عضو فراکسیون نهضت ملی یعنی جبهه ملی با فشار و توصیه دولت از نمایندگی مجلس استعفا دادند و بقیه نمایندگان به استثنای فراکسیون اقلیت مخالف دولت نیز متعاقباً استعفا نمودند و مجلس عملاً منحل گردید. در 5 مرداد 1332 مصدق طی یک نطق رادیویی در مورد وضع نابسامان مجلس شورای ملی اعلام کرد که برای انحلال یا بقاء مجلس به رفراندوم متوسل خواهد شد و از مردم در این مورد نظرخواهی خواهد کرد. باز هم ریاکاری، چون مجلس را با وادار کردن اکثریت وکلا به استعفا عملا منحل کرده بود و مجلسی وجود نداشت. در 8 مرداد
نمایندگان اقلیت مجلس اقدام مصدق را برخلاف قانون اساسی دانسته و علیه دولت اعلام جرم کردند و مدعی شدند در قانون اساسی کشور که مصدق به آن سوگند یاد کرده اصلی وجود ندارد که به استناد آن قوه مجریه بتواند به استناد آن قوه مقننه را منحل کند و فقط به پادشاه رئیس کشور این حق داده شده است. بسیاری از اوغلای اطراف مصدق نظیر دکتر غلام حسین صدیقی وزیر کشور و خلیل ملکی و حتی کریم سنجابی خطرات این اقدام را به مصدق یادآور شده و توجه دادند که در صورت انحلال مجلس شاه در دوره فترت قانوناً می تواند دولت را عزل و نخست وزیر جدیدی را منصوب کند که این کار حداقل 8 بار در دوره مشروطیت اتفاق افتاده است. مصدق به دکتر صدیقی می گوید شاه جرأت نمی کند. خلیل ملکی در پاسخ عدم انصراف مصدق به برقراری رفراندوم به او می گوید این راهی که شما می روید به ترکستان است، ولی ما تا ترکستان هم همراه شما خواهیم بود. مصدق نقشه خود را به موقع اجرا گذارده و در روز 12 مرداد در تهران و روز 19 مرداد در شهرستان ها رفراندوم را انجام و سپس از شاه تقاضای انحلال مجلس را نمود که شاه با آن مخالفت، ولی مصدق مجلس را منحله اعلام کرد و دکتر مظفر بقایی نماینده مجلس را به اتهام شرکت در قتل افشار توز دستگیر و روانه زندان کرد. رفراندوم در کشورهایی که قانوناً برگزار می شود در یک روز در سراسر مملکت انجام می گیرد تا به این وسیله به میزان زیادی از تقلب در انتخابات و رأی دادن افراد در دو نوبت با یک هفته فاصله زمانی، روزی در یک شهر مانند پایتخت و روزی دیگر در شهرستان‌ها جلوگیری شود. به این قاعده نیز در رفراندوم مصدق احترام گذارده نشد. به این قاعده نیز در رفراندوم مصدق احترام گذارده نشد. مفتضحانه تر از آن جدا کردن حوزه‌های عکس رأی و گذاشتن صندوق‌های عکس رأی جداگانه برای دو گروه موافق و مخالف بود و عوامل دولتی به ارعاب و تهدید مردم را برای رأی دادن به نفع پیشنهاد مصدق وادار می‌کردند. متعاقب این اقدام غیرقانونی شاه فرمان برکناری مصدق را صادر کرد که منجر به مقاومت مصدق و بالاخره حوادث روزهای 25 تا 28 مرداد 1332 شد. به این ترتیب ملاحظه می شود که مصدق علارغم ادعای آزادی خواهی فردی دیکتاتور و قدرت طلب بود که احترامی هم به موازین قانونی نداشته و هر کجا قانون را سد راه خواسته های خود می دیده آن را نادیده گرفته و پایمال می کرده است. و سرانجام موجب پدید آوردن نوعی ورشکستگی اقتصادی شد. بله، دولت مصدق به بهانه درگیر بودن در مبارزه علیه شرکت نفت و دولت انگلیس در مدت 28 ماه حکومت هیچ گونه توجهی به وضع اقتصادی و مالی کشور نداشته و وضعی ایجاد کرده بود که دولت حتی قادر به پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان خود نبود و ماها پرداخت هزینه های دولت و حقوق کارمندان دولتی به تعویق می افتاد و دولت نمی توانست بودجه سالیانهی به مجلس تسلیم کند و هر ماه لایحه‌ای به عنوان 1.12 بودجه به مجلس می داد که پس از ماها تأخیر به تصویب می رسید.
کوچکترین کار عمرانی در این مدت به انجام نرسید و وضع بازار و بخش خصوصی مختل و ورشکستگی اقتصادی و بیکاری زندگی مردم را به کلی فلج ساخته بود و دولت دائما از مردم می‌خواست که باید وضع را تحمل کنند تا مسئله نفت حل شود و هیچ نشانه‌ای نیز از امکان حل مسئله نفت وجود نداشت و خود مصدق هر گونه پیشنهاد منصفانه و منطقی را به دلایلی رد می‌کرد، زیرا اگر مسئله نفت حل می‌شد مأموریت او به پایان می‌رسید و باید از قدرت کنار می‌رفت و احتمالاً هر گونه راه حلی مورد انتقاد گروهی قرار می‌گرفت و به وجاهت ملی او لطمه وارد می‌شد. مصدق که ظاهراً دارای اعتقادات دینی عمیقی بود و همیشه قرآنی را به همراه داشت و در سخنرانی‌ها گاهی آن را نشان می‌داد و به آن ادای احترام می‌کرد و به مذهب شیعه و سنت شهید پروری و شهید نمایی آن باور داشت، چون در انجام دو مأموریت خود، یکی حل مسئله نفت و دیگری اصلاح قانون انتخابات، البته با انجام دو انتخابات مفتضح مجلس و رفراندوم با شکست مواجه شده بود، مصمم به شهیدسازی از خود شده بود. دکتر احسان نراقی از دکتر غلام حسین صدیقی که با یکدیگر در دانشکده ادبیات همکار بودند نقل می‌کند که در روز 28 مرداد موقعی که مصدق و گروهی از همکاران او ناچار می‌شوند از طریق دیوار وارد خانه همسایه شوند، صدیقی به مصدق می‌گوید خیلی بد شد و مصدق هم جواب می‌دهد چرا بد شد، خیلی هم خوب شد. اگر دولت ما را این مجلس برکنار می کرد بهتر بود، یا الان که می توانیم بگوییم ما را دولت‌های آمریکا و انگلیس از کار برکنار کردند. و این امر نشان می دهد مصدق از ترس اینکه مجلس خود ساختهش او را برکنار کند به انحلال آن دست داده است. مطلب دیگر که اگر صحت داشته باشد از بی سر و سامانی دولت مصدق حکایت دارد. خاطرات سروان خسرو پنا از محافظین خانه مصدق که مدعی شده است در روز 28 مرداد مصدق و 20 نفر از اعضای دولت و همکارانش قصد داشتند دست به خودکشی دست جمعی بزنند، اما برای 21 نفر فقط 14 گلوله در اختیار بوده و به همین دلیل از تصمیم خود صرف نظر کردند. پرسش: درباره قانون تشکیل کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی هم توضیح بفرمایید. پاسخ: هرج و مرج اقتصادی و بیکاری و فقر سبب بی‌نظمی و ناامنی در شهرها و روستاها شده بود و کشاورزان حاضر به پرداخت حق و سهم مالکین نبودند و اقدامات حزب توده در روستاها در تحریک کشاورزان به مقاومت در مقابل مالکین و در شهرها تحریک کارگران در مقابل کارفرمایان به تشدید وخامت اوضاع کمک کرده بود. مصدق که خود از مالکین و فئودال‌ها محسوب می‌شد، برای چاره‌جویی با اختیارات قانون‌گذاری که به دست آورده بود، لایحه قانونی تشکیل کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی را به تصویب رساند که به موجب آن کمیسیونی که اعضای آن را مقامات اداری نه قضایی مرکب از فرماندار و رئیس شهربانی و فرمانده ژاندارمری و دادستان محل تشکیل می‌دادند، می توانستند هر فردی را به هر دلیلی مخل امنیت محل تشخیص داده و برای مدت طولانی نفی بلد کرده و از محل سکونت خود به نقاط بد آب و هوا تبعید کنند. در این کمیسیون ها متهمین هیچ گونه حق و حقوقی از خود از جمله استفاده از وکیل را نداشته و اصول آیین دادرسی کیفری رعایت نمی‌گردید
حتی تحقیق از متهم و حضور او در کمیسیون نیز ضروری نبود. آنها فقط می توانستند پس از اعزام به محل تبعید به رأی صادره به دادگاه‌های استیناف عرض حال بدهند. در واقع قانون مصدق یک کمیسیون اداری را جانشین یک دادگاه صالحه کرده بود. البته این قانون پس از مصدق لغو نشد و به ادعایی می توان گفت که مبنای تشکیل ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور قرار گرفت و ساواک در جریان تبعید آخوندهای افراطی و قشری از آن قانون استفاده می کرد. در زمان مصدق هیچ یک از آرای کمیسیون‌های حفظ امنیت اجتماعی پس از اعتراض محکوم به وسیله قضات دادگاه استینافی که مصدق آن را منصوب کرده بود نقض نشد، ولی در زمان قدرت ساواک در چند مورد دادگاه‌های استیناف آرای کمیسیون‌های حفظ امنیت اجتماعی را که منجر به تبعید آخوندها شده بود نقض و تبعیدی را به شهر خود بازگرداندند. پرسش: در رابطه بین مصدق السلطنه و حزب توده هم به گمانم اسناد زیادی وجود دارند. پاسخ: روابط مصدق با حزب توده با فراز و نشیب های فراوانی مواجه بوده است. در زمانهایی که دولت مصدق مورد حمایت دولت آمریکا قرار داشته و در شرف حل مسئله نفت بوده، حزب توده به مخالفت با مصدق برخاسته و دولت تحت فشار و حملات حزب توده مبادرت به عقب نشینی می کرده است. از زمانی که مصدق بنای درگیری با شاه و دربار را گذاشته و امکان هر گونه سازش برای حل مسئله نفت منتفی شده، حزب توده با تمام قدرت به حمایت از مصدق پرداخته و ارتباط تنگاتنگی بین حزب توده و جناحایی از اطرافیان مصدق به ویژه حسین فاطمی وزیر امور خارجه برقرار بوده است. حزب توده که به علت اوضاع آشفته اقتصادی و عدم ثبات سیاسی توانسته بود به بزرگترین حزب کمونیست خاورمیانه تبدیل شود، تلاش برای نفوذ در ارتش و نیروهای مسلح را یکی از هدفهای عمده خود قرار داده بود تا در موقع مناسب از آن برای به دست گرفتن قدرت استفاده کند. حزب توده و سازمان‌های اطلاعاتی شوروی از شهریور 1320 نفوذ در بین نظامیان را آغاز کردند، ولی تا سال 1330 که دولت مصدق به سر کار آمد تعداد اعضای آن از 40 نفر تجاوز نکرده بود. طی 28 ماه حکومت مصدق این تعداد به متجاوز از 630 نفر از افسران ارتش، شهربانی و ژاندارمری رسید و تردیدی نباید کرد چنانچه واقعی 28 مرداد به وقوع نمی پیوست، حزب توده می توانست با یک کودتای نظامی زمام امور کشور را به دست گیرد. ممکن بود حزب توده با راهنمایی شوروی برای جلوگیری از دخالت غرب ابتدا دست به یک کودتای به ظاهر ملی نظیر مصر بزند و فردی نظیر حسین فاطمی را به ریاست جمهوری برگزیند و به تدریج خود در صحنه ظاهر شود و پس از استقرار در جرگه بلوک شوروی قرار گرفته و استقلال و تمامیت ارضی کشور را در معرض مخاطره قرار دهد. به طوری که می دانیم از روز 28 مرداد حسین فاطمی تحت اختیار و حمایت حزب توده قرار گرفته و تا زمان دستگیری به وسیله حزب توده در منزل یکی از اعضای حزب به نام دکتر محسنی مخفی بوده است. در اینجا بی مناسبت نیست داستان دستگیری حسین فاطمی را ذکر کنم. زنی از همسایگان خانه دکتر محسنی از فعالین حزب توده که فاطمی در آن مخفی بوده است به پلیس اطلاع می‌دهد که او چند بار مشاهده کرده است در خانه مقابل فردی با ریش بلند
گاه قسمتی از پرده اتاقش را کنار زده و محوطه خانه های اطراف را نگاه می کند. جریان به فرمانداری نظامی منعکس و بلافاصله اکیپی به سرپرستی سرگور یحیی لیقوانی که در حادثه بهمن 56 با درجه سرهنگی رئیس ساواک استان آذربایجان شرقی بود و بعد از انقلاب اعدام شد به محل اعزام می گردد و حسین فاطمی در این مخفیگاه بازداشت می شود. لیقوانی که فردی کاردان و با شخصیت بود پس از بازداشت فاطمی شروع به جستجوی منزل و اسناد و مدارک می کند. در مرکز فرمانداری نظامی سرگرد اکبر مولوی که بعدها رئیس ساواک تهران شد و در درجه سرتیپی در حادثه سقوط هلیکوپتر کشته شد آن روز افسر نگهبان بوده است. مولوی وقتی که از خبر دستگیری فاطمی مطلع می شود فوراً خود را به محل رسانده و به لیقوانی که مشغول تهیه صورت جلسه بوده اظهار می دارد بهتر از فاطمی فوراً به فرمانداری نظامی منتقل شود و در انتظار امضای صورت جلسه در محل نماند. مولوی فاطمی را دوستان ببخشید مولوی فاطمی را از محل بازداشت مستقیم به کاخ سلطنتی میبرد و به مقامات گارد میگوید به عرض اعلیحضرت برسانید که حسین فاطمی دستگیر شده و سرگرد مولوی وی را به اینجا آورده است. شاه میگوید به چه دلیل به اینجا آورده اید؟ فوراً او را به فرمانداری نظامی ببرید. مولوی او را به فرمانداری نظامی میبرد. چون خبر فوراً در شهر پخش می شود در حین انتقال به فرمانداری نظامی که در محل شهربانی کل کشور قرار داشته شعبان جعفری به همراه عده‌ای به فاطمی حمله می کند که مأمورین مانع ضرب و جرح می شوند. در آن روز تیمور بختیار که با داشتن سمت فرمانداری نظامی فرماندهی لشکر 2 زرهی را نیز به عهده داشته در یک مانور نظامی در پارچین بوده و وقتی مطلع می شود که مولوی با پوزش از شما عزیزان یک وقفه ایجاد شد ادامه میدیم. در آن روز تیمور بختیار که با داشتن سمت فرمانداری نظامی فرماندهی لشکر 2 زرهی را نیز به عهده داشته در یک مانور نظامی در پارچین بوده و وقتی مطلع می شود که مولوی دست به چنین اقدامی زده عصبانی می شود و او را توبیخ می کند. پرسش: البته در طی این سالها کتابها و اسناد و مقالات زیادی درباره مصدق نوشته شده، هرچند که طرفداران وی اکثرا بر اثر تکرار و کپی یک سری نوشته ها
به راستی نمی‌خواهند که حقایق درباره عوام‌فریبی و توهم مصدق روشن شود و کورکورانه و تعصب‌آلود چنان حقانیت محض و قداستی برای او ساخته و پرداختند که دیگر شاید شکستن آن بت موهوم در جامعه سنتی و جهان سومی مانند ایران بسیار سخت به نظر برسد و هر منتقدی را به شدت و با پرخاش دست جمعی مورد اتهام و بهتان قرار می دهند و این عزاداری 28 مرداد و سینه‌زنی در زیر علم مصدق همچنان ادامه دارد. پاسخ: علاوه بر دو کتابی که سالها پیش فؤاد روحانی از برجسته‌ترین کارشناسان امور بین المللی و نفت و دکتر موحد از طرفداران مصدق و متخصص امور نفت درباره اشتباهات فاحش مصدق در برخورد با مسئله نفت نوشتند، در سالهای اخیر اسناد تازه‌ای از آرشیوهای دولت‌های انگلیس و آمریکا درباره مصدق و حوادث سالهای حکومت او منتشر شده که بسیاری از زوایای تاریخ این دوره را روشن‌تر کرده است. دو کتاب جدید هم به وسیله دکتر متینی ولی اکبر میرفتروس درباره کارنامه سیاسی دکتر مصدق انتشار یافته که حاوی اخبار و اسناد و مدارک قابل توجه و مهم است. مخصوصا یادآوری این که مصدق نیز مانند محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی جمهوری اسلامی با عالم غیب در تماس بوده و شخصی نورانی در خواب به وی گفته است که اقدام به ملی کردن نفت کند، که این ادعای بسیار حیرت انگیز حکایت از نوعی بیماری دارد. برای مصدق حفظ وجاهت شخصی بر انتخاب بهترین راه حل ممکن برای حفظ منافع ملی ارجحیت داشته است. موضوع قابل توجه دیگر مربوط به احداث راهن سراسری در ایران در زمان رضاشاه می باشد. برنامه رضاشاه برای برقراری ارتباط بین شمال و جنوب و شرق و غرب کشور، احداث راهن از بندر شاه به خرمشهر و از تبریز به مشهد که مسیرهای پر جمعیت کشور را پوشش می داده بوده است. مصدق در آن زمان در مجلس با راهن شمال به جنوب مخالفت کرده و معتقد بوده است که راهن باید از غرب به شرق، یعنی از کرمانشاه به مشهد کشیده شود و در این نظر خود هم اصرار داشته و با رضا شاه درگیر بوده است. دکتر عباس میلانی اسنادی از وزارت خارجه انگلستان به دست آورده است که مسیر غرب به شرق مورد توجه مصدق نقشه مورد نظر دولت انگلستان بوده که از این طریق دو کشور تحت الحمایه یعنی عراق و هندوستان و شاید هم پاکستان به هم وصل شوند. درباره 28 مرداد و حدود و میزان دخالت‌های آمریکا و انگلستان بیش از حد لازم بحث و گفتگو صورت گرفته و در اینجا از پرداختن بیشتر به آن در می‌گذریم و علاقمندان می‌توانند با خواندن کتاب‌های منتشر له و علیه مصدق خود در این باره قضاوت کنند. علاوه بر آن دو کتاب متینی و میرفتروس، کتابی که سالها پیش امیر طاهری در این باره نوشته نیز قابل تأمل است. طاهری برای نوشتن این کتاب مصاحبه‌ای با ریچارد هلمز، رئیس سابق سیا که در سال 1953 در سمت بالایی معادل معاونت سازمان مذکور قرار داشته انجام داده و هلمز گفته است که سیا نقش عمده‌ای در این ماجرا نداشته و فقط شاه را متقاعد کرده است که با تغییر رئیس جمهور در آمریکا برای کار آمدن آیزنهاور دولت آمریکا دیگر از مصدق حمایت نمی‌کند و از نفوذ خارق‌العاده کمونیست‌ها در ایران نگران است و نقش کرمیل روزولت بسیار ناچیز بوده و سیا در این باره برای خود ادعای اعتبار و شأن نکرده است، تا اینکه در دوره کندی نقشه سیا برای سقوط رژیم کاسترو در کوبا در پروژه خلیج خوک‌ها با شکست و رسوایی روبرو شده و سیا در صدد برآمده تا با انتشار کتابی درباره ایران نشان دهد این سازمان
نقش مثبت و موفقیت آمیزی نیز در جاهای دیگر داشته است و حیثیت از دست رفته خود را با اغراق در نقش خود در ایران جبران کند. پرسش: فرمودید مظفر بقایی هم در شرکت نفت به نوعی دستگاه امنیتی داشت، یا اینکه من این مطلب را درست متوجه نشدم؟ پاسخ: نه، شرکت نفت ایران و انگلستان یک سیستم اطلاعاتی برای خودش داشت و اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند و با سرویس اطلاعاتی خودشان در ارتباط بودند و البته موضوع را خیلی طبیعی می‌دانستند. بعد با جریان ملی شدن صنعت نفت در تهران، خانه ریچارد سدان مسئول اطلاعات شرکت نفت ایران و انگلیس به وسیله مظفر بقایی وکیل مجلس و یارانش تفتیش و اسناد منزل ضبط شد. این درست زمانی است که بقایی هنوز با مصدق همراه است. در آن اسناد اسم آدم‌هایی که از انگلیس پول می‌گرفتند در آمد که البته بقایی می‌خواست فهرست اسامی را افشا کند. تعدادی ها هم منتشر کردند که اسم شاپور بختیار هم در آن بود. بعدها آن اسناد را بقایی در مجلس شورای ملی به ودیعه گذاشت. پرسش: چه عاملی موجب شد که از دانشکده حقوق دانشگاه تهران به جای رفتن به دادگستری و امور قضایی سر از ساواک سازمان اطلاعات و امنیت کشور درآورید؟ در سال 1336 که دانشجوی سال آخر حقوق بودم و می‌خواستم به دادگستری بروم تا قاضی بشوم، در آن موقع دادگستری به علت نداشتن بودجه افراد جدید را استخدام نمی‌کرد، بلکه کسانی را که در دستگاه‌های دولتی کارمند بودند و لیسانس حقوق داشتند منتقل می‌کرد که از نظر بودجه مشکلی وجود نداشته باشد. تنها جایی هم که استخدام می کرد آموزش و پرورش بود و خواستم بروم در آنجا استخدام بشوم تا بعد از فارغ التحصیلی از آنجا به دادگستری بروم و 4-5 سال کار قضایی کرده و بعد وکیل دادگستری شوم. این برنامه و هدف من بود. در آن تابستان که سال ما قبل آخر دانشکده حقوق بودم، در آموزش و پرورش استخدام شدم و در جریان استخدام در آموزش و پرورش با کاظم رجوی، برادر همین مسعود رجوی که یک سال قبل از من فارغ التحصیل شده بود و میخواست با لیسانس به عنوان معلم استخدام شود، آشنا شدم و در آن دوره یک ماهی که ما در دانشسرای عالی آموزش میدیدیم در موقع تنفس با هم حرف میزدیم. بعد از پایان دوره از هم جدا شدیم که بعدم باز هم به هم برخوردیم که ماجرای آن را به شما خواهم گفت. من بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده حقوق با گشایشی که از نظر استخدامی برای وزارت دادگستری پیش آمده بود مستقیما در امتحان شرکت کرده و به استخدام وزارت دادگستری در آمدم، ولی شروع به کار نکردم و وارد ساواک شدم. من چون از جوانی به کارهای سیاسی علاقه داشتم، میخواستم پس از 4-5 سال خدمت در دادگستری به وکالت بپردازم و به عنوان وکیل دادگستری داخل کارهای سیاسی شوم. موقعی که فرصت استخدام در ساواک پیش آمد، فکر می‌کردم که این راه میانبر برای ورود به کار سیاسی است و در ساواک از همان ماه‌های اول ورود مسئول بخش بررسی‌های سیاسی در امنیت داخلی شدم. پرسش: مدتی پس از کودتای عبدالکریم قاسم و فروپاشی سیستم شاهنشاهی در عراق، در آن ایام حملات رسانه‌ای روسیه علیه ایران شروع شد. حملات رادیویی به ایران و شاه تقریبا می شود گفت که سیر صعودی پیدا کرد و حتی مشهور است که روس‌ها در مرز مشترک دو کشور بلندگوهایی نصب کرده بودند تا مرزنشینان ایرانی از گفتارها و سخنان رادیویی مسکو و رادیوهای وابسته به شوروی مطلع شوند، که البته مثل این که دولت ایران هم به طور متقابل این کار را انجام داد، گرچه سناتورهای ایران رویه مسکو را برخلاف نزاکت سیاسی و رعایت حسن همجواری تلقی کردند. پاسخ:
در این زمان دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر بود. پس از افشای فجایع رژیم استالین در کنگره 20 حزب کمونیست در سال 1956 دیگر تبلیغات شوروی ها برد و نفوذی در جامعه نداشت. دستگاه تبلیغاتی ایران اتفاقا در آن دوره پاسخگویی مؤثر داشت. با روی کار آمدن دولت جعفر شریف مامی در شهریور 1339 چون دولت لحن ملایم‌تری در مقابل شوروی در پیش گرفت، یک آتش‌بس تبلیغاتی نسبی برقرار شد. هرچند روزها حملات از طریق رادیو مسکو را قطع کردند، اما رادیو پیک ایران مربوط به حزب توده و رادیو صدای ملی که به وسیله دولت شوروی اداره می‌شد به فعالیت ادامه داد. پرسش: بعد از اینکه علی قلی اردلان سفیر ایران در آمریکا جانشین علی امینی شد، خروشچف گفت شاه از ملت خودش میترسد یا شاه شده ابزار آمریکا؟ بعد تا منوچهر اقبال را نوکر آمریکا نامید. بعد نامه شدید و لحنی نوشت علیه انعقاد قرارداد نظامی دو جانبه ایران و آمریکا و شاه را مورد اعتراض قرار داد. این همه هراس چه بود؟ آن وقت هم شاه در پاسخ گفت قرارداد نظامی جنبه دفاعی دارد. این بگو مگوی خروشچف و شاه نوعی تبلیغات سیاسی بود؟ پاسخ: بله، تبلیغات سیاسی بود. بعد از اینکه پیمان بغداد یا سنتو درست شد، خروشچف نخست وزیر شوروی گفت این پیمان مثل یک پف است که بادش در می رود و خیلی شدید با موضوع برخورد کرد. چند سال بعد که علاوه بر تشکیل سنتو، ایران و آمریکا یک قرارداد اتحاد نظامی امضا کردند، شوروی ها بر حملات خود افزودند. شاه در مقابل این تهدیدات شدیداً ایستادگی کرد. مقابله شاه را با سران شوروی می توانید در جلد دوم خاطرات اردشیر زاهدی که در این سفر همراه شاه بوده است بخوانید. شوروی ها بیشتر نگران خرید اسلحه از آمریکا به وسیله ایران بودند و البته بعدها هم این نگرانی و دغدغه ادامه داشت. شاه با آنها درگیر می شد و بحث اینها سر مسائل استراتژیک بود. روس ها نمی خواستند که کشور ایران از نظر تسلیحاتی رشد و ترقی کند، آن هم با همکاری آمریکا. می گفتند با ما مرز مشترک دارید و مرتب هم به قرارداد 1921 اشاره می کردن که می گوید اگر شوروی احساس کند که ایران پایگاهی علیه شوروی شده، شوروی می تواند به ایران حمله کند. پرسش: اول آذر سال 1338 با نامزدی فرح دیبا و شاه مصادف شد. اواسط ماه نخست وزیر عراق عبدالکریم قاسم ادعای مالکیت 5 کیلومتر از خاک ایران را داشت و غلام عباس آرام وزیر امور خارجه ایران در مجلس ادعاهای عبدالکریم قاسم را مردود دانست و چند روز بعد هم آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا با یک توقف چند ساعته وارد ایران شد. دکتر منوچهر اقبال هم با وی وارد مجلس سنا شد و در جلسه مشترک مجلسین در کاخ جدید سنا نطق ایراد کرد و بعد با شاه مذاکره نمود و اعلام شد که این مذاکرات مربوط به تقویت پیمان دفاعی سنتو می باشد. پاسخ: بله، آیزنهاور فقط برای یک روز توقف به تهران آمد و شاید یک روز هم نشد و تنها چند ساعتی در تهران ماند. من اتفاقا در جلسه مجلس سنا حضور داشتم و در سخنرانیش شرکت کردم و چون مصادف با روز آزادی آذربایجان بود، در نطقش در مجلس سنا به 21 آذر اشاره کرد و خود شاه هم برای استقبالش به فرودگاه رفت. پرسش: در اواخر اردیبهشت 1339 قانون اصلاحات ارضی که قبلا در مجلس شورا تصویب شده بود، در مجلس سنا هم مورد تصویب قرار گرفت و یک ماه بعد هم منوچهر اقبال
رهبر حزب ملیون و نخست وزیر در اولین نطق انتخاباتی خود گفت کسانی که هوس زمامداری کردند مرد کار نیستند و حتی گفت که مصدقی ها و تودهی ها نمی توانند نامزد انتخابات شوند و یک ماه پس از سخنان او در اواخر تیر ماه همان سال اعلامیه ی تشکیل جبهه ملی دوم و غیره صادر شد و در رسانه ها آمده که حزب ملیت ایران بر بنیاد پان ایرانیست به رهبری داریوش فروهر حزب زحمتکشان ملت ایران یعنی نیروی سوم به رهبری خلیل ملکی و حزب مردم ایران به جبهه ملی پیوستند. گرچه اینها از قبل وابسته به جبهه ملی و طرفدار مصدق بودند. پاسخ: ببینید، داستان به این ترتیب است. زمانی که کندی داشت برای ریاست جمهوری فعالیت می‌کرد، علیه شاه حرف‌هایی زده بود. آن وقت در ایران جبهه ملی و احزاب وابستهش را افتادند. مثل همین اواخر در سالهای 1976 که جیمی کارتر حرف‌هایی زد و اینها را افتادند. بعد شاه به خاطر امکان روی کار آمدن کندی در آمریکا در سخنانی در روز 23 خرداد در مراسم عید قدیر صحبتی کرد که انتخابات مجلسی که در پیش است انتخابات آزادی خواهد بود. پرسش: بله، شاه قبل از شروع انتخابات دوره 20 مجلس شورا در سخنرانیش گفت انتخابات آینده کاملا آزاد خواهد بود. در واقع وعده شاه در به وجود آمدن فضای باز سیاسی و اعلام انتخابات آزاد همزمان با رقابت انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا بود و برخی هم معتقدند که با دادن آزادی نسبی به انتخابات هدفش وجیه المله نشان دادن خود و پیشرفت نشان دادن حکومت خودش بود و هم اینکه خود را از اتهامات مخالفان دور سازد. خب دوستان عزیز، به پایان بخش دوم کتاب در دامگه حادثه رسیدیم. از اینکه تا پایان برنامه با ما همراه بودید از یکایک شما سپاسگزارم. دوستان عزیز، لطف کنید یک بار دیگه برنامه رو پخش کنید و با لایک و انتشار برنامه از ما حمایت کنید. طبق معمول همیشه بهترین ها رو از صمیم قلبم برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی، برافراشته باد پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان. تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه تنها کلام من است. تا راه شبی دیگر، بدرود.